سلام دوستان، به کانال آشپزی املکتی خوش اومدین. من امروز تصمیم دارم پیتزای مخلوط و پیتزای قارچ رو آموزش بدم خدمت شما دوستان که بعد از معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. چون مواد اولیه پیتزای مخلوط و پیتزای قارچ مشترکه، من مواد رو یک جا مجموعاً معرفی میکنم و کارو آموزش شروع میکنم. این موادی که من معرفی میکنم برای 3 تا پیتزای مخلوط و 1 پیتزای قارچه، 4 عدد خمیر پیتزا، و اگر یه دفعه تصمیم پیتزا درست کنیم و از قبل خمیر رو آماده نکنیم، میتونیم از خمیرای پیتزای آماده استفاده کنیم. فلفل دلمه 2 عدد، سوسیس 8 عدد، قارچ 0.5 کیلو، پنیر پیتزای رنده شده 1 کیلو، آبیشن، سس قرمز، روغن و فویل. من معمولا برای درست کردن پیتزا سوسیس و قارچ و فلفل دلمه رو یه تفت کوچیک میدم. هم هضمش راحت تر میشه، هم که به نظر من خوشمزه تر میشه و اون خامیش در میاد. من معمولا موادامو به صورت خام نمیچینم روی نونو بذارم داخل فر، به صورت یه تفت کوچیک میدم که اونم نشون میدم مراحل تفت دادنشو. سوسیسامونو به این شکل نگینی خورد میکنیم. بعد از سوسیس فلفل و بعد از اون قارچ. من بعد از اینکه سوسیس ها رو خورد کردم، داخل تاوه که کمی روغن ریختم، چون روغن کم میریزم پنیر پیتزا چربه. این سوسیس ها رو میریزم و کمی تفت میدم. تو این فاصله فلفل ها رو خورد میکنم و قاطی سوسیس ها میکنم. دلمه ای هم برش میدم و به صورت نگینی خوردشون میکنم به این شکل. بعد از اینکه فلفل رو داخل سوسیس ریختم، قارچم همینطور. بعد از اینکه خورد کردم قارچم اضافه کنم. من حدود یک عدد از فلفلا رو خورد میکنم برای داخل مواد و یه حدود یکیشو نگه میدارم که به صورت به این خلالای نازک میکنم. و بعد از اینکه پیتزا رو آماده کردم، قبل از اینکه تو فر بذارم، روی پیتزاهای آماده شده میچینم به این شکل، خلالای بلند که خیلی عطر و مزه خوبی به پیتزامون میده. فلفل دلمه رو خورد کردم، حالا قارچم به همین شکل خورد میکنم و داخل بقیه مواد میریزم. سوسیس رو من سرخ نمی کنم، یه تفت کوچیک میگم فقط اون خامیش در بیاد. به این مرحله که رسید فلفلم اضافه می کنم، تفت کوچیک هم دارم چون که اینو دوباره می خواد توی فر و پخته بشه، فقط می خوام مزه خامیش در بیاد. کمی که فلفلون تفت خورد، قارچ هم اضافه میکنم. فلفلا که کمی تفت خورد، قارچ هم اضافه میکنیم و زیر شعله رو زیاد میکنم چون قارچ آب میندازه. فقط رنگ قارچ که عوض شد خاموش میکنم و قبل از اینکه خاموش کنم، آبیشن، پودر آبیشن، کلا ادویه مورد نیاز توی پیتزا که طعم بده بهش آبیشنه. البته من بعد از که مواد من حاضر شد، قبل از که بزن بوفه، مجددا داخلش آبیشن میریزم. ببینید سوسیسام و فلفلام فقط یه تفت کوچیک خورده، اصلا سرخ نشده. حالا قارچم که یکم تفت بخوره
کمی سس قرمز می‌ریزم. چون سس قرمز باعث میشه که این موادمون نرم پشه و وقتی هم می‌خوایم بچینیم روی خمیر پیتزا منسجم‌تر راحت‌تر می‌تونیم بذاریم بچینیم روی خمیر. یعنی وقتی شعله زیاده به هیچ وجه قاطمون آب نمی‌ندازه. داره یفتش رنگ قاچه عوض میشه، رنگش رو که عوض شد بعد از اینکه خاموش کنم کمی هم سوپ قرمز میریزم خاموش میکنه. میتونه حتی به جای سوپ قرمز کمی هم رب بریزین، یه ذره توی رب بتون نمک بریزین و فلفل مزه داشه و داخل این بریزین. الان دیگه کاملا رنگ قاچه هم عوض شد و مواد با هم کاملا مخلوط شد. همین حد کافیه. مواد با سوپ هم به هم میزنم کاملا مخلوط شد. زیر حرارت رو خاموش میکنم بهش. توی فاصله تا اون موادی که برای پیتزای مخلوطمون سرخ کردن بذارم خنک بشه، طرز تهیه پیتزای قاشقی پیتزای فوق‌العاده راحتی بهتون میگم. کف، البته من از این ظرفای مخصوص پیتزا استفاده میکنم، کف ظرف رو کمی روغن ریختم، خمیر رو میذارم، کمی سس میریزم. سس رو کاملا به تمام سطح پنیر پخش میکنم. پیتزای قارچ فوق‌العاده پیتزای راحتیه و مخصوص کسایی که کلن گیاه‌خوارن و با سوسیس و کالباس و گوشت میونه ندارن میتونه هم پیتزای قارچ و هم از پیتزای سبزیجات استفاده کنن و درست کنن بخورن. من به این شکل کاملا سطح خمیر رو با پنیر میپوشونم. تا این حد کافیه. و قارچهایی که خرد کردم کاملا تمام سطح پنیر رو میپوشونم. به این شکل. من بعد از اینکه تمام سطح خمیرمونو با قارچ و پنیر پوشوندم کمی آبشم میزنم. مجددا پنیر. بعد که پنیر رو ریختم فلفل رو میذارم روشو. داخل فری که 10 دقیقه قبل روشن کردم حدود نیم ساعت تا سه ربع میذارم تا کاملا از پایین و بالا این پیتزای ما آماده بشه. حالا فر رو که روشن کردنی تایم فر میگم، هم درجه حرارتش رو میگم خدمتتون، هم اون تایمی که باید بمونه تا پیتزامون حاضر شه. خمیرارم فلفلارم میذارم و بعد از اینکه فلفلا چیدم فویل رو میکشم روی پیتزا و چند تا با چنگال روی فویل رو سوراخ میکنم تا حرارت از توی پیتزامو خارج شه و کاملا پخته بشه و خمیر نشه. بنشه. مجددا کمی آویشن. پیتزای قارچ ما به همین سرعت آماده شد. تو که توی برای پیتزای قارچ بهتون توضیح دادم، بعد از که کمی روغن، خمیر، سس، پنیر رو ریختم، حالا این مواد ما که خنک شده روی پنیر رو میچینم، کاملا باز میکنم. گفتم این موادی که امروز معرفی کردم برای 3 تا پیتزای مخلوط حسابی جواب میده. بعد از اینکه به این شکل همه سطح رو با این مواد بعد از که کاملا تمام سطح رو با این موادمون پوشوندم و صاف رو یه دست کردم،
آویشن، و پنیر پیتزا. و بعد از که پنیر رو ریختم، چند پر از فلفلایی که باریک بریدم میچینم روشون، فویل رو میکشم و میذارم آماده شه. عزیزان، من فر رو 10 دقیقه قبل از اینکه به اصطلاح پیتزا رو داخل فر بذارم روشن کردم و بین 160 و 200 که میشه 180 درجه حرارت رو گذاشتم و درجه پختم روی درجه میذارم که حرارت از بالا و پایین تو امن بخوره، که هم پیتزامون از زیر پخته بشه هم از رو. و بعد از اینکه قبل یه حدود 20 دقیقه و قبل از اینکه پیتزا رو از داخل فر در بیارم، 10 دقیقه تایم میدم که فقط از رو و فویلم برمیدارم که گریل شه. حالا اون مراحل هم نشون میدم و تایم زمانی من یک ساعت اینجا تایم دادم. بعد از اینکه 20 دقیقه من گذاشتم که این پیتزام داخل فر حرارت بالا و پایین پخته شد، 10 دقیقه آخر رو فقط میذارم رو گیری. 10 دقیقه رو گیری، ولی حواستون باشه چک کنی که یه موقع خیلی سرخ نشه، چون فرا با هم دیگه فرق میکنه دماشون. بعد از 10 دقیقه پیتزای ما کاملا آماده میشه. پیتزای ما آماده است. من پیتزا رو روی تخته قرار میدم و با پیتزا بور برش میدم. پیتزا بور هم نباشه میتونی با چاقو همین کار رو انجام بدی. معمولا یه پیتزا رو به 8 قسمت تقسیم میکنم. امیدوارم از آموزش غذایی امروز ما لذت برده باشین. لطف کنین کانال آشپز عمه کتی رو به دوستانتان معرفی کنین. تا برنامه بعد، خداحافظ.